مرگ توی ایستگاه قطار آخر شبا دنبال آدمای تنها میگرده تا اونا رو به قتل برسونه. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلم The Midnight Midtrain رو آوردم که یکی از فیلم‌های خیلی عجیب سینماه و محتوای خیلی عجیب غریبی داره کلا، یعنی نمیتونی آخرش خیلی چیزاشو بفهمی ولی جالبه. اسلشر، صحنه‌های وحشتناک زیاد داره، برای همینم هم طبق معمول مجبورم خیلی جاهاشو سانسور بکنم. اگه نسخه کاملشو میخوای حتما ببینید، توی کانال میذارمش. بریم فیلمو ببینیم، حواسمون به صور کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مدیو تو مترو میبینیم که از خواب بیدار میشه، میفهمه شب شده و ایستگاه مورد نظرش هم رد شده، هیچکی تو قطار نیست و با نگرانی به واگن بعدی میره که یهو پاش رو کلی خون لیز میخوره و میفته. صدای فریاد کسی از طرف دیگه میاد و تازه میفهمه کل قطار پر خونه. تو واگن کناری مرد وحشی و روانی رو در حال سلاخی کردن یه آدم دیگه میبینه و میریم به سکانس بعد. با شخصیت اصلیمون یعنی عکاسی به نام لیون آشنا میشیم. لیون همراه دوست دخترش مایا زندگی میکنن و در حال تلاش برای اینه که یه عکاس معروف بشه. وقتی به خونه میاد مایا بهش خبر خوب میده. از اونجایی که خودش کلی آشنا تو زمینه‌های هنری داره، برای لیون یه قرار ملاقات با یه گالری داره خیلی معروف هماهنگ کرده تا عکساشو بهش نشون بده و اگه تاییدشن توی گالری به نمایش بذارنشون. لیون هم خوشحال میشه و روز بعدی که میره سر کار، این صاحب گالری هم به دیدنش میاد و لیون همراه دوست صمیمی شروع به تعریف از عکسای خودش میکنن. توضیح میده که دوست داره زندگی و جنبه‌های مختلف شهر رو به نمایش بذاره، ولی خب این زن معروف از عکس‌ها خوشش نمیاد و به لیون میگه خیلی کار ساده‌ای می‌کنی، باید یکم کارات هیجان بیشتر داشته باشن تا بتونم تاییدشون کنم، باید یکم بیشتر ریس بکنی، چون در حال حاضر انگار هیچ زندگی و حقیقتی تو عکسات نیست. لیون هم به هم میریزه و حتی شب کنار مایا هم از درگیری فکر نمیتونه بخوابه، برای همینم هم تصمیم میگیره یکم تو خیابون قدم بزنه و یه حسی اونو سمت ایستگاه مترو میکشونه. تنها چند نفر تو این ساعت اینجان و گوشه‌ای از ایستگاه چند تا مرد در حال آزار یه زن میبینه. شروع به عکاسی از اونم میکنه و یه رفه مردا رو صدا میکنه. یکیشون با عصبانیت سمت لیون میاد که اون بازم ازش عکس میگیره و با اشاره به دوربین امنیتی کنار خودش باعث میشه عوضی ها بترسن و از اونجا دور شن. زن که خیلی خوشحاله از لیون تشکر میکنه و با رسیدن قطار میدوه سمتش و یه مرد در رو براش باز نگه میداره. زن تو مترو میشینه و آهنگ گوش میده که این مرد شیک پوش از پشت سر حالا با یه دستگاه سمتش میاره و یه دفعه با یه حمله ضربه‌ای به سر زن وارد میکنه و اونو در جا از بین میبره. روز بعدی رسیده و لیون به رستورانی میره. طبق معمول غذای گیاهی خودش رو میده که آشپز گرم کنه، چون گیاهخواره و تو روزنامه روبروش هم عکس زن شب قبل رو میبینه که نوشتن ناپدید شده. لیون با فهمیدن قضیه سریع به ایستگاه پلیس میره و عکسایی که شب قبل گرفته رو به کارگاه مسئول این پرونده یعنی کارگاه لین نشون میده. براش توضیح میده که امکان داره این سه تا مرد دختر رو دزدیده باشن، اما کارگاه بیشتر از این سه نفر به خود لیون شک کرده و هی اونو سوال پیچ میکنه. برای همینم وقتی چیزی دستگیرش نمیشه لیون رو مرخص میکنه. اونم دوباره به دیدن همون گالری داره معروف میره. عکس های شب قبل هم بهش نشون میده و حالا این زن خیلی زغزله شده و مشخصه از کارهای لیون خوشش اومده. برای همینم بهش میگه دو تا عکس دیگه با هیجان همینا بگیر که تو نمایشگاه هفته بعدم بذارمشون. لیون هم خوشحال میشه و شب همراه مایه و دوست صمیمیشون جشن میگیرن، چون بالاخره داره موفق میشه. برای کمی نوشیدن لیون دوربینشو برمی‌داره که مثل شب قبل دنبال سوژه بگرده. بازم به ایستگاه قطار میره. تو یکی از قطارها یه زن و دو مرد در حال صحبتن. همون مرد شیک پوش از پشتشون سر میرسه و با چکشی مغز مردا رو میپاشونه. بالاخره چهره این روانی هم میبینیم. زن سعی میکنه در بره اما اونم میخوره زمین و حالا قاتل مغز اونم متلاشی میکنه. لیون رو میبینیم که دم در ایستگاه نشسته و همین لحظه قاتل پله برقی بیرون میاد. نگاه سرد و عصبانیش باعث توجه لیون میشه و اونم چند تا عکس ازش میگیره. بعدم شروع به تعقیبش میکنه و قاتل که متوجه میشه سری پیچ وامیسته. لیون با دیدن مرد که ثابته یکم میترسه، اما برای عادی جلوه دادن قضیه سعی میکنه ازش رد شه. مرد یه دفعه جلوشو میگیره. لیون متوجه انگشتر عجیبش میشه و با نگرانی میگه ببخشید، فقط چهرهتون جذاب بود و خواستم عکس بگیرم. غریبم برای نگاهی ترسناک بدون اینکه حرفی بزنه ولش میکنه و راهش رو ادامه میده. لیون هم به خونه میاد و تصمیم میگیره همه عکسای این دو شب رو چاپ کنه. توی یکی از عکسای شب قبلی متوجه انگشتر مشابه همین غریبه میشه که وقتی اون زن شب اول میخواست بره تو قطار یکی از پنجره ها رو گرفته. برای همینم هم یکم شک میکنه که شاید این مرد باعث ناپدید شدن آدماست و از روز بعدی هم شروع به تحقیق در موردش میکنه. خیلی زود میفهمه این مرد اسمش ماهاگانیه و توی قصابی مشغول به کاره. برای همینم هم شب از محل کار تعقیبش میکنه و ماهاگانی هم به ایستگاه مترو میره. ساعت ها همونجا میمونه تا کم کم ایستگاه کلا خالی میشه. لیون همچنان یواشکی ازش عکس میگیره و بالاخره ماهاگانی میره توی قطار.
لیون هم سعی میکنه سوار شه، اما یه پلیس که بهش شک کرده جلوشو میگیره و قطار راه میفته. ماهاگانه توی یکی از واگن‌ها مرد تنهایی رو میبینه، یواشکی میره طرفش و با چکشی بهش حمله میکنه، اما قبل اینکه اونو بکشه شروع به سرفه های پر از خون میکنه و مرد قربانی هم حالا با چاقوی خودش به ماهاگانی حمله ور میشه. تو همین درگیری راننده قطار هم صدا رو میشنوه و با اسلحه‌اش به واگن میاد، نشونه میگیره و اما یه دفعه به قربانی بیچاره شلیک میکنه. راننده که حالا مشخص شده همکار ماهاگانیه بهش میگه ازت ناامید شدم، داشتی همه چیزو خراب میکردی. حالا لیونو میبینیم به دیدن مایا تو رستورانی که کار میکنه رفته، با حلقه ازدواجی سورپرایزش میکنه و هر دو همو با خوشحالی میبوسن. موقع خواب لیون کابوسی میبینه که خودش تو قطار در حال سلاخی کردن دیگرانه و با وحشت از خواب میپره. حالا ماهاگانیو میبینیم جلو آینه ای وایساده و بعد باز کردن دکمه هاش پوستش رو میبینیم که حسابی داغون شده. چاقوی برمیده رو به شکلی دردناک دونه های زخم پوستش رو از جاشون میکنه، بعد اونا رو توی ظرف میریزه و کنار چند ظرف دیگه میذاره. برمیگردیم به خونه لیون. مایا به عکسای چاپ کرده لیون زل زده و ازش میپرسه چرا اینقدر از این مرد شیک پوش داری عکس میگیری. لیون هم میگه بهش مشکوکم و فکر میکنم یه روانیه. همچنان بیشتر در مورد آدمایی که تو ایستگاه مترو گم شدن تحقیق میکنه و این بار که محل کار ماهاگانی میره با جا زدن خودش به عنوان یه قصاب دنبال اطلاعات بیشتر میگرده. همونطور که گفتم لیون گیاهخواره و از این مکان هم خیلی داره عذاب میکشه. یه لحظه با دوربینش میخواد عکس بگیره که ماهاگانی میبینتش و لیون با سرعت در میره. اونم دنبالش اما نمیرسه و لیون هم موفق میشه از اونجا فرار کنه. اون قضیه کل زندگی لیون رو تغییر داد و بدون فکر به نمایشگاه آخر هفته فقط دنبال اطلاعات بیشتر از ماهاگانیه. مایا از این چیزا خسته میشه و این بار که لیون دوباره از این جریان صحبت میکنه با عصبانیت میگه باید این کاراتو بس کنی و انقدر شایعه الکی درست نکن. برم دوربین لیون رو بهش میده و میگه به جای این چیزها از من یکم عکس بگیر. اونم با لبخند این کارو شروع میکنه، اما مدام به جای مایا تصویر از افراد نابود شده به دست ماهاگانی جلوی چشماش میاد. این بار تصمیم میگیره همه چیزو کامل بفهمه و برای همینم آخر شب به مترو میره و سوار قطار میشه که ماهاگانی هم رفته داخلش. از واگن اونو زیر نظر میگیره و نزدیک های آخرین ایستگاه ببینیم که روانی دست به کار میشه. با ساتوری دو تا از مسافرا رو قربانی میکنه. دیدن این صحنه لیونو حسابی شوکه کرده و تازه میفهمه پا تو جهنم گذاشته. بالاخره خودش رو جمع میکنه و موفق میشه از روانی کنار قربانیاش عکس بگیره. با وحشت ماهاگانیو میبینه که برای جلو کردن ناخونها و موهای قربانیا اونا رو سر و ته آویزون میکنه و میخواد سلاخی گانتشون. اما همین لحظه این مرد متوجه لیون تو واگن کناری میشه. اونم پا به فرار میذاره اما روانی ته قطار گیرش میندازه و میکوبتش به شیشه و بیهوشش میکنه. با باز شدن چشمای لیون خودش تو قصابی ماهاگانی میبینه. سردرگم سمت خونه میاد و مایا با دیدن صورت خونیش خیلی نگرانه، اما لیون توضیح نمیده که چی شده. لیون هم همچنان نمیدونه چه اتفاقی افتاده و جلوی آینه زخمی به شکل یه علامت عجیب روی سینه‌شه. مایا هم متوجه این زخم میشه و یه بار دیگه لیون از جریان ماهاگانی صحبت میکنه. بعدم میگه اون دوربینمو گرفته و دیگه نمیتونم هیچیو به کسی ثابت کنم. این بار مایا حرفاشو باور داره چون مشخصه یه نفر لیونو کتک زده و تصمیم میگیره کمکش کنه تا دوربینو پیدا کنن. دو تای همراه دوست صمیمیشون به خونه ماهاگانی میرن که لیون با تعقیب کردنش آدرسشو یاد گرفته. لیون وای میسته و اونا هم میرن داخل و شروع به گشتنش میکنن. اینجاست که مایا تو دستشویی زخمای کنده شده تن ماهاگانیو به چشم میبینه. دوستش هم دوربین لیونو پیدا میکنه، اما میبینیم که روانی هم از پشتش سر رسیده و با ضربه ای اونو بیهوش میکنه. مایا دستشویی بیرون میاد و با دیدن کیف ماهاگانی میفهمه که به خونه برگشته. یواشکی داخل کیفو نگاه میکنه و از وحشت خوشگش میزنه. تو کیف صدها برگه مختلف از برنامه حرکت قطارهای شهره، برگه هایی که برنامه نزدیک به 100 سال قطارها رو نشون میدن و هر روزش دور یکی از قطارها خط کشیده شده که مشخص ماهاگانی اون شب توی اون قطار رفته. همه اینها رو با توجه به توضیحاتی که لیون داده حالا داره باور میکنه. سری میاد بیرون و همراه لیون از اونجا در میرن. مایا به دیدن کارگاه لین میره و توضیح میده که چیا شده. اونم کنجکاو میشه، اما وقتی یه گروه به بررسی خونه ماهاگانی میرن هیچی بازم نصیبشون نمیشه. برای همین کارگاه لین میگه دیگه نمیتونم کمکتون کنم، باید این بازی رو بس کنید چون همه حرفاتون الکیه. روز بعدی نمایشگاه مورد نظرم برگزار میشه و میبینیم که لیون عکسهای مختلف از ماهاگانی اونجا گذاشته. با دیدن یکی از عکسها به چشمای ماهاگانی زل میزنه. صاحب نمایشگاه میبینتش و میگه چی شده؟ چرا اینطوری وایستادی؟ لیون میگه یه کار ناتمام دارم و باید برم به قطار.
میا رو میبینیم که اونم از شب قبلی حسابی ترسیده و اسلحه‌ای که تو رستورانشون هست تو جیبش میذاره. کارگاه لینا میاد به دیدنش، به مایا میگه اگه حرفاتون درست باشه و ماهاگانی شب قبلی دوستتون رو گرفته باشه، بر اساس همه قتل‌هایی که اتفاق افتاده احتمالاً امشب میخواد اونو تو قطار بکشه. از طرفی لیون هم به قصابی رفته و برای براشنه یه سری لوازم برای دفاع به سمت ایستگاه راه میفته. آخر شب میشه و مایا برای گرفتن انتقام دوستش به تنهایی وارد قطار ساعت 1:45 شب میشه. لیون همین لحظه میرسه و با دیدن مایا تو قطار با سرعت میدو و پشت قطار رو میگیره. ماهاگانی هم تو قطار لوازمش رو آماده کرده. مایا بالاخره به واگن مورد نظر میرسه و با وحشت جنازه رفیقش رو آویزون از سقف میبینه. جیغ میزنه و ماهاگانی متوجه حضورش میشه. مایا با اسلحه شلیک میکنه اما مثل احمقا همه تیرها به دیوار میخورن. از طرف دیگه میدوه تا فرار کنه ولی ماهاگانی با پرتاب یه چکش به پاش اونو میندازه زمین. بعدم میاد کارشو تمام کنه اما همین لحظه لیون هم سر میرسه. با خشم و نفرتی از همه کثافتکاری های ماهاگانی بهش حمله میکنه. توی یکی از حمله های ماهاگانی به اون، لیون جا خالی میده و موفق میشه اونو از در کنده شده قطار پرت کنه بیرون. بالاخره با مایا همو تو آغوش میگیرن و بعد مدتی قطار وامیسته. حالا راننده رو میبینیم که سمتشون میاد. با بیخیالی بهشون میگه سریع از گوشتا فاصله بگیرید. از بیرون قطار صداهای عجیبی میاد و موجوداتی وحشتناک شبیه به سوسمار وارد قطار میشن. سمت گوشهای آویزون میرن و شروع میکنن به خوردنشون. مایا و لیون هم به آرومی از کنارشون در میرن و حالا این محل مخروب وحشتناک رو به چشم میبینن. جایی پر از بدنهای فاسد انسان. یلفه ماهاگانی که هنوز زنده است با چشمهایی که حالا قرمز شدن سر میرسه. دوباره به لیون حمله میکنه و اونم یه بار دیگه جا خالی میده و با چکش خود روانی مغزش رو میترکونه. ماهاگانی داره جون میده و با آخرین نفساش به سختی میگه خوش اومدی. طوری این جمله رو میگه که انگار اصلا بلد نیست صحبت کنه و نمیتونه درست کلماتو به زبون بیاره. راننده قطار از طرف دیگه میاد. با زور فوق‌العاده زیاد و فراطبیعی لیونو بلند میکنه. یه دفعه زبون اونو از دهنش بیرون میکشه و به راحتی میخورتش. لیون وحشت زده است و خیلی درد داره. راننده شروع به صحبت میکنه. میگه که این موجودات اسمشون رپتایلیانه. صدها سال اینجا زندگی میکنن، حتی قبل از انسانها به زمین اومدن و ماهاگانی وظیفه اینو داشت که براشون غذا تهیه کنه. اون میخواست با سیر نگه داشتن این موجودات جلوی حمله شون به انسانها رو بگیره و موفق هم شده بود. به سمت مایا میره که بیهوشه. جلو چشمای لیون با وحشیگری سینه دختر رو جر میده و قلبش رو در میاره. حالا قلب سمت لیون میگیره و بهش میگه ماهاگانی دیگه زنده نیست. از این به بعد وظیفه توئه که انسانها رو از اینا نجات بدی. روز بعد میرسه و لیونو در حال حاضر شدن میبینیم. انگشتر ماهاگانی رو دست میکنه. چند لحظه بعد کارگاه لین میاد به خونش. با لبخندی برنامه حرکت قطارهای امروز رو بهش میده و مشخص میشه اونم جزو همین گروه زیرزمینی و همکار ماهاگانی بود و مخالف وجود رپتایلیان ها. لیون به ایستگاه قطار میره که وظیفه جدیدش شروع کنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. The Midnight Mid Train خیلی سوالات تو ذهن آدم میذاره آخرش، به خاطر اینکه اصلا پایانش رو کلا نمیتونی پیش رو کنی. یعنی به هر چیزی فکر بکنی، به اینکه شاید مثلا طرف روانی میفهمه خودش قاتله، شاید نمیدونم اون قاتل رو آخر گیر میندازن، شاید میگیره همشون رو میکشه، هزار تا تئوری مختلف تو ذهنت میاد. ولی اینکه یه دفعه اصلا آخر فیلم بفهمی یه سری موجود وجود داشتن زیر زمین زندگی میکردن، ماهاگانی میخواسته به اونا غذا بده، اصلا اینا همش دور از ذهنه و برای همینم هم خیلی قشنگ آدمو سورپرایز میکنه. چیزی که از فیلم میفهمیم، اولا موجوداتی که دیدیم رپتایلیان ها بودن، چیزایی که تو واقعیت هم دیدید خیلی وقت صحبتش میشه، میگن خیلی از سیاستمدارها رپتایلیانن یا خیلی از سلبریتی ها، کلا میگن بین آدم ها زندگی میکنن، افرادی هستن که شبیه به سوسمارن ولی خودشون میتونن شبیه انسان در بیارن و از ویژگی های مهمشون اینه که همشون شهرت رو دوست دارن و توی خلوت خودشون از انسان ها تغذیه میکنن. و خب توی این فیلم هم دقیقا موجوداتی که میبینیم همینا هم منتها زیر زمینن و ماهاگانی داشته یه کاری میکرده که وارد جامعه انسان ها نشن تا بهشون آسیبی نرسه، برای همین هم حاضر بود آدم های دیگر رو قربانی بکنه تا فقط جلوی اینا رو بگیره. از طرفی هم خب دیدیم که یه گروه یا یه فرقه بزرگ بودن که مخالف ورود این رپتالیان ها به جامعه انسان ها بودن، مثل همون راننده قطار، مثل همون ماهاگانی، مثل همون کارگاه پلیس و قطعا هم خیلی بزرگتر از این سه نفر باید باشه این افراد. اما دیدیم که همچین کسایی وجود دارن و میخوان جلوی اینها رو بگیرن. تا اینجاش خب یه خوره میشه به هم دیگه ربط داد و به جامعه خودمون ربط داد. اما سوال اصلی اینه که اصلا چرا باید همچین فیلمی ساخته بشه؟ اینجا میریم سراغ حرفی که میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. یا از طرفی هم وقتی
وقتی که همچین چیزهایی ساخته میشه، پس قطعاً یه معنا و مفهومی و پشتش باشه که اصلا چرا باید اجازه پخش به همچین فیلمی بدن. همونطوری که به سربیان فیلم، به فیلم مثل سالو، به همه اینا اجازه پخش دادن، چون تو همشون با اینکه خیلی وحشتناک بودن، با اینکه خیلی دردناک بودن و محدودیت سنی خیلی زیادی براشون گذاشتن، اما دوست داشتن مردم ببینن، به چشمشون بیاد تا بفهمن که همچین چیزهایی وجود داره. پس میتونیم بفهمیم که این فیلم هم دقیقاً همچین قضیه پشتش هست و یه دلیلی داشته که ساخته و پخش شده. دلیلش هم همونطوری که خیلی از فیلم‌های دیگه هستن که میخوان ما وجود یه چیزی رو نشون بدن یا فکرشون رو توی ذهنمون بکارن، دقیقاً با همین فکر میشه گفت که رپتالین‌هایی که همه جا حرفشون هست دارن به ما نمایش داده میشن. یعنی خیلی ریز داره هالیوود میگه که اینا هستن، چیکار چه بخوای چه نخوای اینا هستن، دارن زندگی میکنن تو زیر زمین شهرت و تو هم کار از دستت بر نمیاد. همون کاری که لیون کرد در آخرم بدون هیچ مخالفتی خیلی ساده رفت جای ماگانیو گرفت و اصلا اینا فکر نکرد که اینا رو حذف بکنه، یه راه پیدا کنه شاید بتونه رپتالین ها رو نابودشون بکنه. نه، خیلی ساده رفت به عنوان یه قاتل سریالی جدید توی قطار تا قربانی های جدید رو برشون ببره و خیلی ریز میاد این فیلم میگه که اینا وجود دارن، تو کار از دستت بر نمیاد، پس ساده قبولشون بکن. اگه یه روزم دیدیشون بدون من بهتون گفته بودم که اینا وجود دارن و باید هر کاری که ما میگیم ما انجام بدی تا جلوی ورودشون به جامعه ما رو بگیری و اگرم ممکنه همتون بمیرید. یه ترسی که تو ذهنت میکنن تا هیچ وقت به مخالفت باشون دست نجنبونی. حالا فیلم لذت میبریم، هیچی اسلشر باحال هم هست، نمره بدی هم تقریبا نگرفته، اما به نظر من خیلی چیز بدی رو داره به ما یاد میده. داره میگه که شما هر کاری هم بکنی تا از جلوی نداری کم میاری و اصلا به فکر مخالفت باهاشون نرو، بذار رپتالیان بیان بخورنت. تموم شد رفت. حالا شما نظرتون رو بنویسید. این نظر شخصی من بود، چون میگم فیلمی نیست که بخوام تفسیرش بکنم، این سالو 20 دقیقه فقط صحبت بکنم معنای هر سکانسش چیه، اما همه جای فیلم از جمله همون مدل انگشتری که داره و موجوداتی که ساخته میشه و اینکه همونطوری که 10 بار تا الان گفتم داره به میگه که تو مقابل اینا هیچی نیستی، همون کاری که من میگم انجام بده، فقط باید بهشون غذا بدی و این طرز فکری که میخواد بکاره توی ذهن به نظر من میتونه یه چیز خیلی بد باشه و عجیب بود برام که همچین فیلمی رو خیلی راحت پخشش کردن. برای همینم خیلی بیشتر میشه مطمئن شد که ساخته خودشونه. سیستمی که میخواد نشون بده قاتل سریالی بودن بد نیست، خیلی چیز عادی و خوبیه و اصلا لازم قاتل سریالی بشی برای اینکه به رپتالیان غذا بدی. دیگه همین، میگم حرف خاصی در مورد فیلم ندارم، فقط خواستم این نکته رو بگم به خاطر اینکه بعضی از فیلم ها هستن که خیلی ساله نباید کنارشون رد شد، همشون یه معنا و مفهوم خیلی مهمی پشتشون دارن که اگر درست تو ذهن بیننده کاشته بشه اونو به یه برده مطیعی تبدیل میکنه، چیزی که اون سیستمه میخواد. و منم همیشه سعی کردم اگه فیلمی رو میذارم اگر از این نکته ها توش هست بهتون بگم که حواستون باشه یه موقع قربانیش نشید. اینم که از همونا. خلاصه که دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، تو ماتریس گیر نکنید، لایک کامنت سابسکرایبتون نره، تو کانال زاپاس جوین بشید. روزتونم گلسی.